مرکز جهانی دفاع از حقوق و آزادی ها آدم طی بیانیه جنایت های اخیر اسرائیل در حق مردم فلسطین را به شدت محکوم کرد در این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری شیعه ویوز رسیده آمده ما حمله خونبار اسرائیل به تظاهرات مسالمت‌آمیز شهروندان فلسطینی در روز زمین را محکوم می‌کنیم. جایی که 16 تن از شهروندان غیر نظامی جان خود را از دست دادند و صدها نفر دیگر مجروح شدند. مرکز جهانی آدم در بیانیه خود ضمن انتقاد از عدم موزگیری شورای امنیت در قبال جنایت های اسرائیل علیه فلسطینیان افزود، پیمان های سازمان ملل، قوانین بین المللی و حتی شریعت های آسمانی به انسانها اجازه دفاع از خاک و جان و ناموس خود را می دهند تا با کرامت و آزادگی زندگی کنند. در ادامه این بیانی آمده، اسرائیل جنایت های خود را دفاع از نفس عنوان می کند که این امر مغایر با ماده 51 از پیمان سازمان ملل است، پیمانی که دارای شروط خاصی است از جمله عدم شروع حمله به بهانه دفاع از خود همکاری و رایزنی با شورای امنیت در امر دفاع از خود توازن اکسل عمل دفاعی با مقدار و شدت حمله و دفاع کردن از خود در زمانی که کشور مورد حمله قرار بگیرد و نه پس از آن مرکز جهانی دفاع از حقوق و آزادی ها آدم در ادامه بیانیه خود از موضع سازمان ملل متحد و شورای امنیت انتقاد کرد و افزود که این دو نهاد بین المللی در انجام وظایف خود که تضمین امنیت و صلح در جهان است کوتاهی کردند و باعث تأسف است که شورای امنیت حتی بیانیه‌ای در محکومیت سرکوب و کشتار اخیر مردم فلسطین از سوی نیروهای اسرائیلی صادر نکرد. این مرکز حقوق بشری در پایان بیانیه خود از جامعه بین الملل خواست ضمن انجام وظیفه خود جنایتهای اخیر نیروهای اسرائیلی را محکوم کنند تا اسرائیل از اقدامات خوشونت خود علیه شهروندان فلسطینی دست بکشد. در روز جهانی زمین سیوم مارس مردم فلسطین در اعتراض به اشغال زمین هایشان توسط اسرائیل به تظاهرات پرداختند که نیروهای اسرائیلی با استفاده از سلاح گرم 16 تن از این افراد را کشتند و صدها تن را مجروح کردند.